سازمان جهانی بهداشت میگوید اکنون جامعه جهانی برای مقابله با اپیدمی آنفولانزا آمادگی بیشتری دارد، اما هنوز نسبت به شیوع احتمالی آن آسیب پذیر است. این سازمان در گزارش می‌نویسد هیچ چیز درباره آنفولانزا قابل پیش بینی نیست و ما نمی‌دانیم در آینده این بیماری در کدام نقطه شایع خواهد شد و کدام گونه ویروس عامل این بیماری خواهد بود. بخش سیستم جهانی بازبینی و واکنش به آنفولانزا وابسته به سازمان جهانی بهداشت در سال 2014 نزدیک به 2 میلیون نمونه را در 142 آزمایشگاه در 112 کشور مورد آزمایش قرار داد تا ویروس هایی که بالقوه توانایی شیوع دارند به موقع شناسایی شوند. اما این سازمان میگوید برای تهیه واکسن های مختلف و کوتاه کردن مدت زمان تولید این واکسن ها تحقیقات و اقدامات بیشتری باید انجام گیرد. بنابراین به سود دولت هاست که آماده باشند و با این سازمان همکاری کند. برای پرداختن به جزئیات بیشتر همکارم شیده رضایی در استودیو با ماست با آخرین خبرها درباره وضعیت جهانی آنفولانزا. خانم رضایی، همونطور که گفته شد سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که نیاز به تولید واکسن های جدید هست. آیا به واقع به این ویروس امسال فرق میکنه با سالهای گذشته؟ ببین، همونطور که شما خودتون اعلام کردین بازبینی شده در تمام طول سال. ویروس همچنان ویروسی که امسال موجب آنفولانزا شده H3N2 H3N2 ولی خصوصیات آنتیژنی ویروس آنفولانزا بسیار قابل تغییره. با وجود که رده ویروسی یکیه، خصوصیات آنتیژنی که بر مبنای اون واکسن ساخته میشه و سیستم ایمنی پاسخ میده فرق کرده. به همین خاطره که سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که وضعیت هشدار باقیه. و چیزی که من میخوام اینجا تاکید کنم اینه که در کشورهای بسیار مختلف ویروس‌های مختلف پراکنده شدن. در حال حاضر ما در هندوستان ویروس H1N1 داریم، در اغلب نقاط دنیا H3N2 داریم و در یکی دو کشور دنیا از جمله جنوب چین H7N9 داریم. برای همین خیلی متفاوته و واکسنش پاسخ. حالا گفتید اپیدمی آنفولانزا در وضعیت هشدار. وضعیت هشدار به چه معنی آیا در کشورهای مختلف تفاوتی داره؟ ولی یه نظام گزارشدهی و سیستمی رو برقرار کردن که اگر از در واقع پایه، یعنی از میزان مبتلایان کشوری نسبت به قبل 2% بالا بره، اون رو میبرن تو وضعیت هشدار یک. وضعیت هشدار یک یعنی که آزمایشگاه ها هر وقت با ویروس آنفولانزا برخورد کردن گزارش بدن. وضعیت هشدار دو اینه که کلینیک های سرپایی در واقع با گزارش بدن. هشدار سه به بیمارستان ها و مراکز تجمع میرسه. الان هندوستان در وضعیت هشدار سه، چین در وضعیت هشدار دو، بخشی از جنوب اروپا در وضعیت هشدار دو و امریکا هنوز در وضعیت هشدار. حالا توصیه‌های پیشگیری از آنفولانزای شایع امسال چی هستش؟ آنفولانزا یکی شناسایی علائم ام آنفولانزا است. واقعیت اینه که ممکنه بدون تب یک نفر آنفولانزا داشته باشه، چون خیلی رو تب تاکید میشه. من میخوام اینو حتما توضیح بدم، یک نفر ممکنه بدون تب آنفولانزا داشته باشه. علائم شایع آنفولانزا سردرد، خستگی، کوفتگی بدن، آبریزش بینی، گلودرد. علائم شایع سرماخوردگی، فقط معمولا شدتش بیشتره و تمام این علائم میتونه قبل از اینکه به وجود بیاد، یک روز قبل از اینکه علائم به وجود بیاد، ویروس میتونه مصری باشه. یکی از دلایل خطرناک آنفولانزا اینه فرد هنوز علامت نداره، مصری میتونه باشه و تا 5 تا 7 روز بعد از اون. ولی خب این علائمشه، اما چیکار باید بکنیم؟ رعایت بهداشت. حتما باید واکسن میزدیم. واکسن باید بزنیم به رغم اینکه 65% کاراییش امسال کمتر بود، علارغم اینکه دسترسی مناسب وجود داشت و آمادگی مقام‌های بهداشتی جهان. ولی 35% مردم دنیا هنوز با همون واکسن میتونن که مبتلا نشن و زنجیره انتقال رو قطع میکنن وقتی مبتلا نشن. ولی بقیه چه کار باید بکنن؟ رعایت بهداشت فردی، استفاده از ماسک، جداسازی بیماران، شستشوی دست، مرتب دست ها با آب و صابون و در مراکز تجمع عمومی تا حد ممکن حضور نداشته باشن در زمان اپیدمی آنفولانزا. ممنون از شما خانم شیده رضایی.